ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعا خیانت به کشور کرده. تشدید حملات باند خامنه‌ای و هشدار رفسنجانی در آخرین روز از مهلت شورای نگهبان ارتجاع. رفسنجانی: این حملات قیچی دولبه است که روزی دامنگیر خود آنها نیز خواهد شد. همزمان با بالا گرفتن خبرها در مورد رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان ارتجاع، رفسنجانی به باند خامنه‌ای هشدار داد که حملات آنها علیه وی مانند قیچی دولبه است که روزی دامنگیر خود آنها نیز خواهد شد. وی که در میان عده‌ای از آخوندها صحبت می‌کرد گفت: مانند سال 68 برای انجام مأموریت سخت آماده ام. امروز هم با آمادگی آمده ام تا با توجه به تجربه های اجرایی گذشته ولی با دیدگاه ها و برنامه های نو برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی، تقویت عقلانیت و اعتدال در جامعه و ترمیم سیاست خارجی آمدم و به پیمودن این راه دشوار ولی ممکن و قابل حصول امیدوارم. رئیس تشخیص مصلحت رژیم آخوندی گفت: تداوم بد اخلاقی ها و تخریب ها مانند یک قیچی دولبه روزی دامنگیر خود آنها نیز خواهد شد که البته نتیجه نهایی آن آگاهی بیشتر مردم نسبت به کانون اصلی این جریان ها خواهد بود. وی افزود: امروز به جای اذعان به اشتباهات و جلوگیری از تداوم آن، آنها همچنان اصرار به پیمودن همان مسیر دارند. رفسنجانی همچنین سومین بیانیه خود را در رابطه با انتخابات رژیم با عنوان اخلاق مبارزه، موعظه حسنه و تبدیل دشمن به دوست منتشر کرد. وی در این بیانیه گفته است: آنچه مرا به میدان آورد نگرانی از القای ناکارآمدی دین در اداره جامعه، رکود تولید، بیکاری جوانان، اقتصاد بیمار، ایران هراسی همسایگان، تناقضات اخلاقی و فرهنگی و تحریم‌های بین المللی است. نماینده خامنه‌ای در کیهان: این وظیفه خطیر بر عهده شورای نگهبان است تا هاشمی رفسنجانی را از این دام خطرناک نجات دهد. پاسدار شریعت مداری، نماینده خامنه‌ای در کیهان، در آخرین مهلت شورای نگهبان مجدداً به صحنه آمد تا ولی فقیه ارتجاع را از خطر کاندیداتوری رفسنجانی و به قول خودش رفسنجانی را از دام انتخابات نجات دهد. وی در سرمقاله کیهان با عنوان شکایت آیت الله نوشت: وظیفه الهی خطیر و سنگینی بر عهده شورای محترم نگهبان است. این وظیفه خطیر در یک کلمه نجات آیت الله هاشمی رفسنجانی از دام خطرناکی است که دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها پیش پای ایشان پهن کردند. شورای محترم نگهبان اسناد و دلایل قانونی قابل توجهی برای رد صلاحیت ایشان در اختیار دارد و با استناد به آن می تواند چرخه فریبی که برای وی تدارک دیدند را مختل کند. حالت آقای هاشمی را بعد از پایان این بازی دو سرباخت در نظر بگیرید. آیا به ایشان حق نمی دهید که آرزو کند کاش نامزد نشده بود و یا کاش شورای نگهبان صلاحیت وی را احراز نکرده بود تا از این دام نجات پیدا می کرد؟ آیت الله هاشمی در صورت احراز صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان حق دارد فردای قیامت از اعضای محترم این شورا شکایت کند که چرا ایشان را از دامی که پیش روی او گسترده بودند نجات ندادند. هشدار حداد عادل: تقابل میان هاشمی و رهبری
بسیار خطرناکتر از تقابل احمدی نژاد با رهبری خواهد بود. در همین حال حداد عادل اعلام کرد به ریاست رسیدن رفسنجانی تقابل بسیار خطرناکی برای خامنه ای خواهد بود. وی گفت بنده فکر می کنم طراحی دشمنان برای آینده ایران تقابل میان هاشمی و رهبری است و این بسیار خطرناکتر از تقابل احمدی نژاد با رهبری خواهد بود و هاشمی گزینه بسیار مناسبی برای ادامه بحران‌های سیاسی و اقتصادی در ایران است. از سوی دیگر احمدی نژاد نیز باند خامنه‌ای را به سقوط تهدید کرد و گفت هدف انقلاب اگر خدای نکرده در بین برخی دست پیدا کردن به قدرت باشد این نقطه سقوط می شود، زیرا ملت همچون یک بلدوزر چند تنی جیان مشکلات را از بین خواهند برد.